به تازگی و پس از کنسرت محسن یگانه در اصفهان ماموران و عوامل ارشاد با محسن یگانه درگیر شدند و صحنه‌های بسیار ناخوشایند و عجیبی را به وجود آوردند. اطرافیان محسن یگانه هم با ماموران درگیری فیزیکی داشتند که موجب بروز اتفاقاتی عجیب شد اما ماجرا چه بود و چه عاملی باعث شد ماموران بر سر محسن یگانه بریزند و این درگیری ایجاد شود در ادامه به همین موضوع می اما قبل از شروع اگر به ویدیوهای ما مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب کانال ما رو دنبال کنید برگزاری کنسرت در ایران همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده و این مسئله به دل دلایل متعددی همچنان پیچیده و بحث برانگیز است محدودیت های فرهنگی مذهبی و سیاسی از جمله موانع اصلی برگزاری کنسرت ها در کشور هستند به بررسی دقیق این مشکلات و دلایل آن خواهیم پرداخت یکی از مهمترین دلایل لغو یا جلوگیری از برگزاری کنسرت ها وجود محدودیت های فرهنگی و مذهبی است پس از انقلاب 57 موسیقی به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ غربی شناخته شد و شدیدا تحت سانسور قرار گرفت به خصوص حضور زنان در عرصه موسیقی با محدودیت های شدیدی مواجه شد این محدودیت ها نه تنها شامل خوانندگی زنان بلکه حتی شامل نوازندگی آنان نیز می شود در بسیاری از موارد حضور نوازندگان زن در یک گروه موسیقی به لغو کامل کنسرت منجر می شود سیاست های مربوط به موسیقی و کنسرت ها در ایران همواره دچار نوسان بوده است گاهی دوره هایی وجود دارد که فضای فرهنگی باستان می شود و برگزاری کنسرت ها آسان تر می گردد اما در دوره های دیگر محدودیت های شدیدی اعمال می شود که حتی مجوز های صادر شده به راحتی لغو می شوند این نوسان ها عمدتا به تغییرات در روی کردهای سیاسی و اولویت های دولت های مختلف بستگی دارد به عنوان مثال برخی هنرمندان مانند علیرضا قربانی در دوره های مختلف با لغو کنسرت های خود مواجه شدند حتی با وجود داشتن مجوز یکی دیگر از مشکلات عمده برگزاری کنسرت ها دخالت ها نهادهای مختلف در صدور مجوز و برگزاری این رویدادها است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول صدور مجوزهای فرهنگی است با دستگاه های مختلفی مانند نیروی انتظامی و دادستانی همکاری دارد این همکاری ها گاهی به تضادهایی منجر می شود که در نهایت به لغو کنسرت ها ختم می شود از آنجا که هماهنگی کامل بین این نهادها وجود ندارد ممکن است که کنسرت در شهری مجوز بگیرد و در شهر دیگری با همان ترکیب و ارید لغف شود برگزاری کنسرت ها در ایران به دلیل نارامی های اجتماعی نیز دچار مشکل می شود در شرایط نارامی های داخلی بسیاری از کنسرت ها به دلایل امنیتی لغو می شود برای این مثال در سال 1401 به دلیل نارامی های سیاسی و اجتماعی کنسرت های برنامه ریزی شده هنرمندانی چون محسن یگانه فرزاد فرزین بهنام بانی و غیر لغو شدند این مسئله نه تنها تاثیر مستقیمی بر جامعه موسیقی دارد بلکه به نوع سیاست گزاری فرهنگی کشور را تاثیر قرار می دهد. یکی از مشکلات اساسی در برگزاری کنسرت ها نبوده یک قانون منسجم و شفاف در این زمینه است در حالی که تلاش هایی برای تدوین سند راهبردی موسیقی کشور صورت گرفته است همچنان بسیاری از مسائل مربوط به اجرای کنسرت ها بر اساس تصمیمات مقطعی و محلی صورت می گیرد. این عدم شفافیت قانونی منجر به سردرگمی هنرمندان و برگزار کنندگان می شود و آنها نمی که آیا مجوز کنسرتشان خواهد شد یا خیر لغو کنسرت ها نه تنها هنرمندان بلکه جامعه گسترده از مشاغل مرتبط با برگزاری کنسرت را تحت تاثیر قرار می دهد. از تکنسین های صدا و نور پرداز گرفته تا سالنداران و فروشندگان بلیط همه از پیامدهای اقتصادی لغو کنسرت ها رنج میبرند در دوره های طولانی مدت لغو کنسرت ها این مسئله به بیکاری و خسارت اقتصادی سنگینی برای این مشاغل منجر شد در این میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاشهایی برای بهبود شرایط انجام داده است این وزارتخانه پیشنهاد داده تا هماهنگی بهتری بین نهادهای مسئول صورت گیرد و پیش از صدور مجوز تمامی نظارت و نیازهای دستگاه های مختلف بررسی شود همچنین تدوین سند موسیقی کشور نیز در دست اقدام است که میتواند به حل بسیاری از مشکلات کنونی کمک کند اما تا زمان این تلاشها به نتیجه نرسد هنرمندان همچنان با چالش های کنسرت مواجه خواهند بود اما به تازگی و در کنسرتی که محسن یگانه در اسفهان برگزار کرده جنجال شدیدی به وجود اومد در این ماجرا برخی کارمندان اداره ارشاد و حراست اصفهان در شرایطی که محسن یگانه در حال استراحت در اتاقش بود اصرار به دیدار حضوری و برخی صحبتها و تذکرات را به او داشتند ممانعت اطرافیان یگانه از ورود این افراد به اتاق یگانه منجر به درگیری فیزیکی و کلامی بین کارمندان اداره ارشاد اصفهان و حراست با اطرافیان محسن یگانه شد پس از بالا گرفتن این درگیریها محسن یگانه نیز وارد مرکش

اما ساعتی بعد در فضای مجازی تهیه کننده کنسرت محسن یگانه موضوع درگیری در برنامه اسفان را تکذیب کرد و گفت هیچ مجوزی در خصوص کنسرت های بعدی آقای یگانه صادر یا لغم نگردیده و تمامی مسائل مطرح شده به غیر از این کز می باشد. رضا فروزنده تهیه کننده کنسرت محسن یگانه موضوع درگیری ماموران ارشاد با عوامل کنسرت اصفهان را تکذیب کرد و گفت به هیچ وجه هیچ گونه درگیری فیزیکی بین هیچ یک از عوامل اداره ارشاد و عوامل اجرایی آقای یگانه صورت نگرفته و مطالبی که از منبع پیج و مجله خبری بیلبورد تحریف و مطرح شده به دلیل ارائه اطلاعات غلط و ایجاد جو نامناسب برای مدیر مسئول این رسانه و محسن یگانه بود. yes وی یفزود شب کنسرت طبق روال همه برنامه ها نمایندگی از مراجع زی صلاح صدور مجوز با هماهنگی مدیر اجرایی خواننده قصد حضور در بکستج برنامه را داشتند که حتی به گفته این مدیر حراست اداره ارشاد آقای یگانه نیازی به توصیه ندارند و از خوانندگان موجه موسیقی هستند و صرفا جهت خوشامدگویی حضور پیدا کردند در این حین به دلیل اینکه مدیر مسئول شرکت برگزار کنند کنسرت خانوم بوده و عوامل اجرایی و نوازنده ها در حال تعویض لباس بودند مسئول حراست تیم آقای یگانه از حضور ایشان تا هماهنگی با مدیر اجرایی گروه جلوگیری نمود که این امر باعث مشاجره لفظی بین عوامل و باز شدن پای خواننده به این ماجرا گردید وی ادامه داد نهایتا این مشاجره باعث دلخوری طرفین و صحبت های محسن یگانه بر روی استیج شد پس از آن بدون هیچ تنش هاشی چهار سانس کنسرت اجرا شد و بهترین شکل اجرا را برگزار کردند تهیه کننده این کنسرت گفت در حال حاضر هیچ مجوزی در خصوص کنسرت های بعدی آقای یگانه صادر یا لغو نگردیده و تمامی مسائل مطرح شده به غیر از این موضوع کز می باشد ضمن اینکه اداره ای کل ارشاد اصفهان صدور بیشترین مجوز برگزاری کنسرت بعد از تهران را در کل کشور در کارنامه خود داشته و همیشه از موسیقی و عوامل برگزار کننده آن حمایت نموده و روی کرده مثبتی در این امر دارد دوستان عزیز ممنون که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد بدرود